بعضی گفتن منظور از این ولدان مخلدون کودکان و بچه‌ای هستن که قبل از سن تکلیف اینا از دنیا میرن. یه تفسیر. اینا چون گناهکار نیستن، چون تکلیفی نداشتن، اینها در بهشت خدمتگزاران انسان‌های مؤمن میشن. یک نظر. نظر دوم این که گفتن نه، این اطفال معصوم که از دنیا میرن اگر فرزندان مؤمنین باشند، پدر مادرشون مؤمنین باشند، خداوند در قرآن فرموده که مؤمنین وقتی وارد بهش میشن الحقنا بهم ذریتهم، اینا وقتی وارد بهش میشوند ما ذریه اونها رو بهشون ملحق میکنیم، پس فرزندان مؤمنین هم به پدر مادرشون ملحق میشن. پس گفتن این طواف کنندگان چه کسانی هستند؟ گفتن این فرزندان غیر مؤمنین هستند، مشرکین، کسانی که بی ایمان هستند، بچه هاشون گناهی نکردن. خیلی سوال میکنن که بابای بچه ها اینا چه گناه کردن؟ اینا که میسوزن واقعا؟ نه، تکلیفی ندارن که. اینا که مرحله بلوغ نرسیدن هم تکلیفی ندارن، هنوز سوال و جوابی ندارن، اینا گناهی ندارن، ولی اینا خداوند بهشون کرامتی میکنه و اینها میان خدمت به این شرافت میرسن که خدمتگزاران سابقین میشن. صحبت از سابقون، از سابقون دیگه، اینها میان و خدمتگزاران ها میشن. این نظر دوم. نظر سوم این هست که نه، اصلا اینها خداوند اینها آفریده برای خدمتگزاری، اینا آفریده شدن برای خدمتگزاری به مؤمنین و اینها لزومی نداره که حتما فرزند، نه اونها خودشون یک آخر عاقبتی دارن که حالا ممکن خیلی شما ندونید چه به سرشون میاد، ندونید، نمیدونیم واقعا بچه ها چی میشه، بچه های تکلیف ندارن به کجا میرسه عاقبتشون، بهش میرن بهش نمیرن، اعراف میرن. این صحبت های زیاد شده و در تفاصیل هم بحثش مفصل شده. گفتن نه، یتوف علیهم ولدان مخلدون، اینها عده خدمتگزارانی هستن که خداوند با این وصف، با وصف خلود، اینها را آفریده برای خدمت کردن و مرحله نوشیدنی ها را عرضه می کنن. بعد نوبت به میوه ها میرسه و بعد نوبت به لحم طیر میرسه. دو تا آیه بعدم تمام اشاره کردم، خلاصش اینه که اول مرحله نوشیدنی است که همون شراب طهور و حالا مراحل عرفانیش رو صحبت کردیم، بعد فواکه، جمع فاکهه یعنی میوه. گفتن شاید علتی که فاکهه اول میاد بعد غذا میاد یه مقدار طبع انسان ها هم اینجور بیشتر تمایل داره، یه میوه ای الان میوه ای دهنتون تر بکنید ذائقتون رو، گفتن میوه قبل از غذا مثلا، بعد فهمیدن غذا میاد، لحم طیر نمایشتهون و اینا تقدیم میکنن. اما سوال اینجاست، این سوال رو بگم و بحث تمام. گفتن خب اگه بنا باشه یه عده بیان دوره این بهشتیان و طواف بکنن، طواف هم گفتن معناش اینه، یعنی همیشه در دسترسن، خدمتگزارانی هستن که یه گوشه نشده که تو باید زنگ بزنید آقا، زنگ بزنید آقا تشریف بیارید خدمت کنید، نه طواف میکنه، یعنی همیشه آمده به خدمت دیگه. شما لازم نیست که هرس بخورید، جوش بزنید، اشاره کنید، فریاد بزنید، داد بزنید، نه اصلا داره طواف میکنه اونجاست، نوبتش نوشیدنی نوشیدنی میاره، نوبت میوه میوه میاره، نوبت غذا غذا میاره، نوبت گوش گوش میاره، هرچی دوست داشت، هرچی میلت بود. فواکه هم جمع یتخیرونه، هرچی اختیار بکنه، انتخاب با شماست، جمعم اومده، تخییرم اومده، انتخاب کن هر نمونه خاصی. محدودیتی در بهش نیست و لحم طیر میمونشون هر اشتهایی داشته باشی، هر ذوقی داشته باشی برات مهیاست. فقط یه سوال اینجا معمولا مفسرین مطرح کردن و اون اینه که ما بعضی روایات داریم که در بهشت خوردنی ها، میوه ها، حتی گوشت، حتی اینجور مسائل با اراده بهشتیان محقق میشه، لازمی براش بیارن یا تهیه بکنه. گفتن مؤمن رد میشه میره درخت گلابی، درخت سیب اونجاست،
اراده میکنه من میخوام از این بنوش، از این تناول کنم، خود اون درخت، خود اون گلابی، خود اون سیب، خود اون میوه میاد جلوی مؤمن به اندازه که دوست داره، نیاز داره، تناول میکنه، شکر خدا رو میکنه، بقیه سر جاش. حتی جالبتر ما روایت داریم گلابی میاد همجور گلابی میخوره، میگه کاش سیب بود همون لحظه، سیب، کاش الان فرض کنید انار بود همون لحظه انار، کاش الان مثلا نمیدونم چه میوه هایی دوست دارید، بگید هر میوه دوست دارید. شما مؤمنین دیگه، میرید اینا رو میبینید دیگه. حتی جالبه ما روایت داریم که پرندگان آسمان، مرغان هوایی، مرغان زمین، اینها مؤمن آرزو میکنه کاش الان بریان میشد، میگن همون لحظه بریان. من روایتش همین امروز دیدم که در کتب اهل سنت و تفاسیرم حتی نوشتن در بسیار کتابهای روایی که بعضی از پرندگان بسیار عالی زیبا میان و اصرار میکنن به مؤمن، به ولی خدا، میگن میشه ما رو متبرک کنید و از ما تناول کنید، و بعد او اراده میکنه، این میشه یک مرغ سرخ شده خوشمزه زیبا، و هر چقدر دوست داره تناول میکنه. بعد که میگه الحمدلله تمام استخونه و همه و برگ و اینا همش به هم ملحق میشه، پرنده کامل میشه، پرواز میکنه، خدا حافظ، التماس دعا، میره تو آسمون سر. و بعد میره پرندگان مباهات میکنه، میگه من به اون مقامی رسیدم که رزق و روزی یک مؤمن ولی خدا شدم، ولی خدا شدم. قشنگ ها، درسته؟ قبول داری؟ حالا چطور میشه؟ با این طواف کردن چی میشه؟ گفتن ها منافاتی نداره. این طواف مخلدون اینا در مقام اجتماعشونه. مؤمنین در بعضی از زمانها اینا اجتماعاتی دارن، جمع میشن علل ارائک روی اون تختهای زیبا، متقابلین روبروی هم مینشینن، تو اون صفای جمعی که نشستن یه عده خدمت گذارن میان میان آقا دستور بدید، هر چی میخواد، دستور نه، اراده کنید، اصلا اراده شما کارسازه. اما خاصیت بهشت هم اینه که اونجا بسیاری از جاها اراده انسان مؤمن و ولی الله اونجا ارادش کار میکنه، سیستم آخرتی با سیستم دنیایی فهم کنه دو جور. و بهترین حرف اینه که بگیم باید بریم و از نزدیک ببینیم. بهشت تنها جاییست که باید رفت و دید، با وصفش فقط یه مقداری شادی و خوشحالی میاره، و الا حقیقتش رو باید رفت و دید که قوغاییست. خدایا به عظمت قرآن تو را سوگند، به همه ما توفیق قرآن شناسی عنایت بفرما، آمین. اهل مجلس ما را اهل بهشت سعادت مقرر بفرما، آمین. خدایا اعمال ما، رفتار ما، اخلاق ما، کردار ما در مسیر قرب الالله قرار بده، آمین. پروردگارا ما رو به رضای خودت، به معرفت خودت، به ولایت خودت نزدیک بفرما، آمین. ما رو از سخط و غضب و عذاب خودت دور بفرما، فرج امام زمان نزدیک بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر فرما، برای نورانیت مجلس اجماعا صلوات بفرما.